گفت آمدم آقا رو ببینم، داشت میرفت تو پادگان، هنوز بیرون بود. و عجله کردم رسیدم، آقا فرمود کاری داریم؟ گفتم یا علی من قبول دارم شما امامید و امام هستی، یه چیزی به من یاد بده که من امام بعد از شما رو به اون علامت بشناسمش. گفت آقا نگاه کرد رو زمین، به او گفت، گفت اون ریگه رو به من بده، بخواست خود اون بده که بدون ریگه. گفت دادم دستش. گفت آقا اینجور دست گذاشت مثل خمیر یهو صاف شد، مهرش در رو زد روش، مهر گرفت، سنگ بود، حالا قشنگ گرفت سراخ بود. فرمود هر کس این ریگ تو رو بعد از من مهر کرد و مهر گرفت، امام بعد از من. حبابه اینو گرفت و بس پر چارقتش. خیلی هم زن متعبدی بود، اومد تو قبیله. این چارقته دیگه امام زاده شده بود، هر زنی میخواست بذارد میدودم که حبابه اون ریگه رو بده، میدونم تو آبی زنه بخوره راحت بسن. اون دلش درگر گرفته بود تا صبح داد میزد، حبابه بده اون ریگه توی آب بنزین بخور، میکرد و شفا میگیره. همیشه پرش نماز هم میخوند، خیلی متعبد بود و خیلی چیار اهل روزه و نمازی حبابه. حالا ایناش باشه، این هم شیعه بودن قبیله همه باشه. بعد از امیرالمومنین آمد خدمت امام حسن، گفتش که آقا دلیل امامت. آقا فرمودن حبابه اون ریگ پدرم رو بده، بعدش داد. گفت از این ولی آقا دست گذاشت مثل خمیر باز صاف شد، مهر زد داد بشه. گفت زمان امام حسین آقا کوفه نبود، مدینه بود، بعد تا مدینه میرفتم. رفت، گفت تو کوچه دیدم آقا رو داشت میرفت. حضرت امام حسین قد مبارکشون بلند بود، مثل قیافه رسول اکرم بود. گفت تو کوچه رسیدم، خب حالا میشناختن که البته. گفتم که یا امام حسین دلیل امامت رو به من نشون بده. فرمود که در اینه که تو تا همه دنیا پاشیده اومدی مدینه، بین همه مردم هم جلو من گرفته، خب معلوم من امامم که تو اومدی، یعنی شناخت داری از قبل، خبرها اومده، درست میگه. در این حال ریگو بده. گفت ریگو گرفته از این ور تا کرد و مهر داد به من. این میبرد ریگ همش بود، امام زاده بود تو محل این ریگه اونا. گفت زمان امام زین العابدین پیر شده بودم، 114 سالش شده. گفت خیلی ناتمام بودم ولی اومدم مدینه. رفتم خونه آقا داشت نماز میخوند، اما زن اومده همش نماز روزه اینا. گفت خیلی نشستم نماز طول کشید. پیرزن مردی پیرزنی اینجوریه، ادرار فشار میاره، نمیتونه پا شدن اینا. گفت دیدم تحمل ندارم، باید پاشم برم. هم که پاشدم برم، آقا تو رکوع بودش، با دستاش اونجوری اشاره کرد به من، مثلا واسی همچی چیزی. گفت یه دفعه شدم یه دختر 14 ساله.